توی این ویدیو اومدیم توی یکی از محله‌های غرب تهران، یکی از پر رفت آمدترین و شلوغ‌ترین محله‌های غربی که میدونم خیلی ها حداقل برای یک بارم شده اسمشو شنیدم. بله، محله ستارخان یا برق آل استون. با هم دیگه بریم داخلشو ببینیم چه خبره. حتما یه سری هم به بازارچه سنتیش میزنیم ببینیم اوضاع احوال قیمت خونه و مسکن و این محله قدیمی به چه صورته. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله، همونطور که الان نقشه میبینید اومدیم خیابون ستارخان یا همون خیابون تاج، یکی از محله های 40-50 ساله تهران که شاید به اسم محله برق آل استون خیلی از گذشته یادشون بیاد. حالا چرا بهش میگفتن برق آل استون؟ این فضای سبزی که روبروم هست که کارخونه برق آل استون بوده که صاحبش فرانسوی بوده، اینجا رو زدن و تولید برق میکنه، هنوزم داره کار میکنه. از سال 77 به اینورم دیگه مازوت نمیسوزونه خوشبختانه، و یه فضای سبزی رو در نظر گرفتن و یه جورایی یه تراوت خاصی توی این منطقه ایجاد کرده این برق آل استون. حالا الان دقیقا سر خیابون صحرایی میخوایم بریم داخل خود محله، ولی قبلش یه چیزی میخواستم بهتون نشون بدم، اینکه بازارچه ستارخان حتما در ادامه واردش میشیم ها، ولی خب یه بازارچه ای که دقیقا زیر اتوبان یادگار ما، یه بازار دو طبقه است، حتما بیشتر توضیح میدم. اینجا پارک جوان است، خیلی ازم خواسته بودن کنار این بازارچه سنتی اومدم حتما برم وارد این بوستان قدیمی بشم، چون خیلی اینجا مثل اینکه خاطره دارم. و این بار دوباره برمیگردیم میریم سمت یعنی خود بازارچه. بازارچه تقریبا چند بخش داره، حالا اسمای مختلف داره، در ادامه حتما بهتون میگم. بریم ببینیم چه خبره. البته بهتون رو بگم که اینجا منطقه دو شهرداری هم به حساب میاد، به بوستان خیلی سرسبز، جاییه که خیلی از اهالی این محل میان و یه جورایی ازش استفاده میکنن. دقیقا اونجا میبینید دیگه خود بازارچه است. با هم دیگه داریم میریم داخل خود محله صحرای پایین خیابون ستارخان بشیم. خیلی از عزیزان به من محله های معرفی کردن، همه رو یادداشت کردم، تو اولین فرصتی که پیش بیاد حتما براتون ویدیوشو تهیه میکنم. دیدم که زمین مخصوص برای کودکان. این وسایل رو میبینید تقریبا از سال 1380 به بعد شهرداری این وسایل تو همه بوستانا گذاشته، یه عده میان براش به قول خودمون چه صبح چه عصر میان یه جورایی ورزش میکنن و از این وسایل استفاده میکنن. یکی از کارهای مثبتیه که حالا انجام شده. خوشبختانه دیگه تو پارک ها دیگه خبری از سنگریزه نیست، انقدر که بچه ها صدمه میدیدن از این کف پوش های مخصوص پارک استفاده کردن. این نکات مثبته. شاید خیلی هاتون یادتون باشه چقدر لیگای پینگ پونگ مینداختن، هنوز هم این کار مرسومه، یعنی حالا مسنترا میان و یه جورایی بازی میکنن، جوونا مخصوصا، فرق نمیکنه هر نوع عزیزی که دوست داشته باشه پینگ پونگ رو میاد بازی میکنه، ازش لذت میبره. این جای دنجیه ها. حالا بریم داخل محله قدیمیش ببینیم واقعا خبری از اون خونه‌های قدیمی اینجا هست یا نه، همشون تبدیل به آپارتمان و یا برج شدن. قیمت خونه ها و اجارهش رو حتما بهتون خواهم گفت. ببینیم که از همینجا دارن ساخت و ساز رو شروع میکنن. یه زمین خالی پارکینگ کنار همین مجموعه بازارچه سنتیه. یه زمانی همش کوچه باغ بودا، ولی خب دیگه از سن منم قد نمیده، 30 سال، این خاطرات رو نداره، ولی خب بالاخره از خیلی ها شنیدم در مورد این محله، مخصوصا شما عزیزان.
جلوتر میرسیم به میدون صحرایی، به فکر میکنم دست راست بریم میشه خیابون گلاب، اونم جز خیابونهای قدیمی، اما برم میره سمت چوب تراش یا محله ترش، که دیگه فکر میکنم بدونید که ترش جز مناطق باقی تهران بوده، ولی الان شاید 5% از اون باغ ها مونده و هنوز میوه شاتوت و توت و اینجوری چیزها رو هنوز تو فصل آبستون میشه اونجا تهیه کرد و یه جوری از اون باغ ها استفاده کرد. دست راستم هم کمی امتداد بازارچه سنتیه دیگه که در ادامه حتما داخلش خواهم رفت. روبرمون میرسیم به میدون صحرایی. میدون صحرایی جز شاخصهای محله و خیلی ها میشناسنش. میرین هنوز تیکای زمینه بزرگ اینجا هستش که حالا یا فضای سبزه که از بین رفته یا اینکه صاحباشون نیستن که این زمین ها دست نخورده باقی مونده. به لطف شما عزیزان که همیشه باعث میشید که من بیام و یه فضاهای جدید و منطقه‌های جدید اینجا ببینم. دقیقا اون فضایی که آسمونو میبینید دقیقا شبیه نکمدادیه. قرار طوفان بباره ها، خوشبختانه یه چند روزی بارندگی داریم داخل تهران و این پاییز رو دلنگیستر میکنه. من از این زمین بایری بود که اینجا قرار داره، حالا نمیدونم مربوط به شهرداری احتمالا، چون یه نهالایی هم توش کاشته شده خوشبختانه. امیدوارم که بایر نشه که دوباره یه مجتمع تجاری سر از اینجا در بیاره. حالا یه کمی از اجاره های اینجا بهتون بگم که دقیقا بدونید قیمت ها به چه صورته. خب اینجا الان یه 148 متری 600 تومن پول پیش ماهی 30 میلیون اجاره، خیلیه. یه 155 متری 1 میلیارد و 400 پول پیش، یه 80 متری 700 میلیون پول پیش ماهی 8 میلیون اجاره، دوباره یه 80 متری 350 پول پیش 12 تومن اجاره، یه 80 متری 720 تومن رهن کامل. واقعا اجاره هاش فکر نمی کردم اینقدر زیاد باشه. ببینید این بر آپارتمان ها نوسازتر هم دست راست، حالا جز این ساختمانی که حالا یه ذره فکر کنم حالا 4-5 سال پیش بشه، آپارتمان های قدیمی داره. کلا محله ستارخان از اون اولش هم یه جورای آپارتمان توش مطرح بود، یعنی یه جور جز مناطق آپارتمان نشینی بود. چیزی که الان اینجا توجه منو جلب کرد این درخت قطع شده سوخته است که یه زمانی مسلماً پر بوده اینجا از این جور درخت ها که قرار بوده به یادگار بمونه، ولی متاسفانه به خاطر سود و منفعت بیشتر اینجور چیزها رو قطع کردن. چی میشه گفت؟ چی کار میشه کرد؟ میتونم بهتون بگم پیاده راهش اصلا نامناسبه، یعنی پیاده روی سمت داخل محله هم عرضش کمه هم بالا پایینه و هر کسی هر موزاییکی که جلوی خونه ساخته رو گذاشته. رو نقشه دیدید چقدر اینجا پارک و بوستان داره؟ همین محوطه کوچیکی ما اومدیم درختاش هم میبینید دیگه، الان اومدم یه ذره وسط خیابون که ببینید. خوشبختانه موقعی که این آپارتمان رو ساختن این درخت رو داخلش حفظ کرده. دوست دارم شما از خاطراتی که حالا از این محله یا اون حال هوایی که قبلا داشته برام بیشتر بگید. البته محله های دیگه هم داره دیگه، اگه خاطرتون باشه خیابون ستارخان همون تاج رو امتداد بدیم بریم تا آخر میرسید به میدون توحید یا کندی که الان که خبری از میدون نیست، یه چهارراه زیرش هم تونل توحیده.
میدون کندی که شما عزیزان اگه 50 سال پیش خاطرشون هست دیگه هیچی ازش نیست. این خونه خونه قدیمی این محله قشنگ مشخصه، جلوتر هم باز هست خونه دو طبقه که شاید میشه گفت یکی از قشنگترین چیزایی که من همیشه به هیجان میاره. قبل اینکه دوباره ببرمتون سمت بازارچه ستارخان و اون جارم حتما ببینید، ببینید قیمت خونه واقعا توی این محدوده چنده. الان یه 50 متری 3,800,000 متری 77 تومن، یه 68 متری 4,200,000 متری 60 تومن، یه 70 متری 5,000,000 متری 70 تومن، یه 68 متری 4,900,000 متری 73 تومن. اینجا هم که یه مجتمع زدن و تالار و خیلی بهش رسیدن، مثل این که یه 65 متری 5,400,000 متری 83 تومن. تقریبا میشه گفت خونه های نوساز تا 80-83 تومن قیمتشونه. خونه های قدیمی تر یا سن و سال دارتر 60 تومن. هرچی تو عمق محله که وارد میشیم اون حس و حالش فرق میکنه، دوره سرسبزتر میشه. ستارخان الان یکی از شلوغترین و پرترددترین مناطقه، ولی بازم گنجایش داشته، چون البته درسته ترافیک های سنگینی هم داره، ولی بازم مردم هنوز این محله رو دوست دارن، یه جوری تو ذهن همه نقش بسته. یه چیز دیگه هم در مورد ستارخان بگم، اینه که خیلی وقتا خیلی ها به خوراکی های خیابون ستارخان به سمت میدون توهی خاطرشون هست، پر از کباب ترکی و رستوران ها و فسفود های مختلفه و کلن حال هوای خوبی داره. اونجا هم باید یه مرکز خرید بود، نمیم دقت کردید نه؟ خیلی زیاده چکش مرکز خیلی بشن محلیه دیگه. اینجا هم خیابون دستبند کاشانی پور هم که تقاطع شد دیگه باشش با هم دیگه داخلش دیگه میکنم دستبند. آره درست، این همون خیابونی که خیلی عزیزان از من خواسته بودن. اینجا هم مشتمع تجاری توحید بود. با هم دیگه برگردیم بریم سمت مرکز خرید ببینیم اونجا چه خبره. برگشتیم سمت بازارچه سنتی. میدونید که اگه همچنین به سمت شمال بریم تا بزرگراه یا خیابون جلال آل احمد هست و از سمت جنوب تقریبا تا همون میدون صحرایی 3-4 تا فاز داره و جز مراکزی که خیلی از غرب تهران میان برای خرید، چون جنساش یه جورای ارزون‌تر هستش. ما هم یادم میریم داخلش ببینیم چه خبر. روش هم که بزرگ جای یادگار امامه که اتوبان هستش. الان شو یه روز وسط هفته، خب به نسبت خلوت‌تر پنجشنبه شبای خیلی شلوغی داره اینجا. داخلش هم پر از رستوران و کافه این اطرافش وجود داره. زیر پله یادگار امام زبونم هم نمیچرخه به این صورت دیگه. دو طبقه طراحی شده، یه عرض خیلی کم داره، این خاطر شبیه بازار بزرگ شده، ولی خب اصلا نتونستم اون کارو کنم. شب به صورت مدرنه و خیلی خوبه. می‌بینید اینجوری میای داخلش سالن میشون بالا طبقه دوم میشه. به تناسب قیمت های مناسبی داره دیگه.
بخوای همجوری بگردی تموم نمیشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.